لحظه در شهرک تجارتی حیرتان هستیم و نان صبح نوشجا میکنیم یا صبحانه بخیر. اینجا آمادگی عام تام خود میگیریم، نان نوشجا میکنیم. قسم که شما در تصویر میبینید برگر است. بعد میریم بخیر به طرف کانال قشتیپه. تمام انجینر صاحب احسان الله ډیر ریګ مو ولې دي تقریبا اوس په تصویر کې نه معلومه دل کېږي د دې هدف مڅو چې هم دا خواته کوشش ور کړی کور کړی او هم ها خوا ټوله په ریګ باندې کور کړی ده. دغه برخه تقریبا د تحکیمات په نامه دي. ها تحکیمات bale چې موږ دغه تحکیم نکړو نو د خواته موږ باندې وبرځي هغه به موږ تحکیم کړی دي کې ځینې ته موږ موقتی تحکیمات او یغی نه خواته دایمي تحکیمات دي نو په دې خاطر به موږ تحکیم کړی دي کدا تا کیم نشي نو بیا عملن کار نه کیږي. کار نه کیږي. Thank you.
بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشین. باز هم مثل روزای قبل در یک برنامه کاملا جدید این جانب حیات الله ساقزی همراه همکارای عزیزم که شما در تصویر میبینید، جناب نظری صاحب، جناب جانفر صاحب، جناب طاهر جان، پشت سر کامرا مخدوم صاحب. ما همی لحظه در شهرک تجارتی حیرتان هستیم و نان صبح نوش جان میکنم یا صبحانه. بخیر اینجا آمادگی عام تام خود میگیریم، نان نوش جان میکنیم، قسم که شما در تصویر میبینید برگر است. بعد میریم بخیر به طرف کانال قشتیپه. از صفری ترین نقطه کانال قشتیپه ما قرار است که گزارش بگیریم، ببینیم که چقدر تغییرات آمده، چند فیصد کار تکمیل شده. میگن چند روز بعد فاز اول کانال قشتیپه به اتمام میرسن، اما ما آگاهی نداریم و مطمئن هستم که شما هم آنقدر آگاهی ندارید. پس ما میریم این گزارش ها تکمیل میکنیم، ببینیم که چقدر تغییرات آمده و چقدر کار پیش رفته. پس ما خود یک مطلب داریم که نان نخورده جنگ نمیشه، از این خاطر ما اینجا نان نوش جان میکنیم، بعد میریم به طرف کانال قشتیپه. مختوم صاحب بیا که ناوقت نشود نان نوش جان بکنیم که بریم بخیر. بینندگان عزیز، من مطمئن هستم شما بیاد دارید که در ماه مبارک رمضان تقریبا 2.5 ماه پیش ما آمدیم به کانال قشتیپه و ما از همه جا گزارش گرفتم. دقیقا ما اونجا ایستاده بودم، یعنی پایین رفته بودم، اما امروز سطح آب خیلی بلند آمده و اینجا رسیده است، یعنی به این معنی است که آب دریای یامو افزایش یافته است. گرانو هیوادوالو، زه مطمئنم چې تاسو دا گزارش لیدلې و. کله چې زه رالمه هلته ولاړوم، خو نن اوبه ډېرې مخته راغلې دي، عینې اوبه دغه د اوبو لمبش دلته رارسي. عزیز وطنداشتلار، منه بزر کېلک بخیر ازبکستانده والدګمز، منه بو پل حیرتان واقع ازبکستان ترمز ولایت. یاد بخیر بر وقت کیت بده، یخشی یخشی جایی بار. من شپله بزر بخیر کیتم از طرف کانال قشتیپه و سزلرگه بر گزارش والب. پس مزارگه کلم بز اینه بزرده تعقیب کلیب کیتای بری لرده. بینندگان عزیز، این سرک از شهرک بندری یا تجارتی حیرتان متصل است به ولسوالی کلدار. ما این منظره را دیدم، با وقت خیلی خوشم آمد. یکی
از بهترین منظره های ازی ولسوالی است. دوست دارم که در سرک وطن ایجا بشینو و یک گلاس چای همراه همکارای عزیزم نوشجان بکنم. اما بنابر زقیت وقت ما مجبور هستیم که از سرعت استفاده بکنیم و بریم به اصل موضوع که همان کانال قشتیپه است. اگر شما میخواین که به کانال قشتیپه بروین، پس وقتی که از این سرک میگذارین چهار طرف سعی میکنین کیف میبرید، لذت میبرید. وقتی از سرسبزی وطن استشمام میکنین چقدر لذت بخش است، و خصوصا شمال که در مزار اصلا پیدا نمیشه، گرمی بیش از حد است در مزار شریف، ولی اینجا هوا خیلی معتدل است. فعلا من احساس آرامش و بسیار راحت و ساده، خیلی هم تو بدون کدام عرق به اصطلاح میریم به طرف کانال قشتیپه، چون هوا اینجا کاملا معتدل است. مختوم صاحب در بین سرک بیاد، موتر نیست، برای بینیدهای عزیز ما این منظره را نشان بتین. من نمیفهم شمایی که از ولسوالی کلدار هستین یا حیرتان زندگی میکنین، مطمئن هستم از این سرک بارها عبور کردین و عزت و ارزش ای آب و هوای کلدار برای شما نسبت به ما زیاد معلوم است. پس میریم طرف کانال قشتیپه. بینیدای عزیز سلام مجدد. باز هم ما رسیدیم به صفرترین نقطه کانال قشتیپه. این است صفرترین نقطه کانال قشتیپه. شما در تصویر میبینید دریای آمو. یک موضوع رو میخوام مشخص بسازم که بازم برای بینیدای عزیز ما سوی تفاهم شده بود. ما دقیقا مرز ما با ازبکستان به اتمام رسیده، بعد از بازار ولسوالی کلدار و بعد از چند قریه دیگر مرز تاجیکستان شروع می شود. یعنی پشت سر گرچند هوا طوفانی است، تصویر خوب معلوم نمی شود، او طرف دریا مربوط به تاجیکستان می شود، نه ازبکستان، که موضوع رو می خواهم اینجا حل بسازم که برای شما سوء تفاهم نشود. امروز قرار بود که ما با انجینرها صحبت بکنیم در رابطه با موضوع کانال قشتیپه، از آنها معلومات بگیریم، اما اکثرتشان رفتن به رخصتی به طرف های خانهشان رفتن و کسی نبودن. و ای از دریای آمو از اینجا آب جدا شده، اینجا بوجی به خاطر استحکامت بیشتر چیده شده. شما شاید تصور بکنید که وقتی در کانال قشتیپه چرا اینقدر کم آب از این جدا شده، یعنی به این اندازه. یعنی شما شاید تصور بکنید که چرا برای از این خیلی کم است. نخیر، همچین موضوعی نیست. اصلا ما زمانی که 3 ماه پیش آمدیم اینجا هیچ چیزی وجود نداشت، نه خاک بود، نه ریگ بود، نه بوجی بود، و فعلا اینجا تقریبا 6-7 متر یا 8 متر به اندازه 8 متر اینجا ریگ آورده شده است. اما این یک نمونه ای از کانال است، یعنی به این اندازه نیست، 10 یا 15 برابر اندازه از این کانال قشتیپه آب از خود دریای آمو جدا میکند.
ما میریم میده میده به طرف بالای تیپه. اونجا ما برای شما نشان میدیم که بری از این کانال به چه اندازه است. این یک نمونه ایش است که به اصطلاح به اندازه یک جوی از دریای آمو اینا جدا ساخته است، چون هنوز هم این به اتمام نرسیده. هر زمانی که کار کانال قشتیپه به اتمام برسد، اینا تمام مناطق رویش به طرف کانال باز میکنند. حالا ما شما میریم قدم زده میده میده به او طرف، یعنی اونجا ما برای شما تصویر میگیریم که برای کانال قشتیپه زمانی که از صفرترین نقطه، یعنی زمانی که از دریای آمو جدا میشه، به چی اندازه است. و میریم امروز ما تلاش میکنیم با آنچه که طوفان هم است تصویرم خوب گرفته نمیشه، ولی ما تلاش میکنیم که برای شما یک بهترین گزارش از کانال قشتیپه داشته باشم. من بار بارم تاکید کردم که این صفرترین نقطه یا آغازین نقطه کانال قشتیپه است. حالا میریم به طرف بالا، اونجا برای شما نشان میدهیم که چقدر ریگ اینا بالا آورده و بر یا وسعت کانال قشتیپه به چه اندازه است. خب بینیدای عزیز، قسمی که من قبلا گفتم ما اون اونجا بوجه چیده شده بود، از اونجا تصویر گرفتیم و حالا آمدیم اینجا. ای دریای آمو است، وسعت دریای آمو است چیزی که شما در تصویر میبینید، اما کانال قشتیپه دقیقا ای طرف است. میریم ای را برای شما بینیدای عزیز نشان میدهیم که وسعت کانال قشتیپه به او اندازه که ما برتان نشان دادیم و نیست. ای از منطقه پهناور و وسیع کانال قشتیپه که اینا این منطقه را توسط ریگ جدا ساخته. ما مطمئن هستم که اینا حتما یک پلان دارد و دریاچه ری که ما برای شما با تصویر گرفتیم او دقیقا این طرف هم ریگ چیده شده. او طرف ریگ است، او دریاچه خورد، او طرف ریگ است. و اینجا این وسعت را که شما به بزرگی میبینید مستقیم طرف کانال قشتیپه بخیر میرود تا ولسوالیه که دولت آباد و مچم تا جوزجان میره. پس بسیار کوتاه، او طرف دریای آمو است و این طرف هم کانال جدا میشود. اینجا کانال جدا میشود. ما میریم از بلندترین تپه ای که اینا قرار است وره ورداره به اصطلاح، از اماجا هم تصویر میگیریم که اینا چقدر کارشان پیشرفت کرده. پس از اینجا ما به اندازه کافی تصویر گرفتیم، میریم بخیر او طرف. بینیدای عزیز، ما برای شما یک قسمتی از دریاچه را اونجا نشان دادم. میخوام این را اصلاح بسازم که طبق گفته دوستای ما که خوشبختانه اینجا هستن، او کانال فرعی مردم ولسوالی کلدار است و امروز هم اکثریت شرکت ها به رخصتی رفتن. کارمایدهایشان هم شما که در تصویر میبینین کاملا
کار توقف یافته به خاطر رخصتی عید قربان، اما خوشبختانه هنوزم آخرین فردی که قرار بود از اینجا بره و ما با اونا سر خوردیم و خوشبختانه اونا را در کنار خود داریم. میخوام در رابطه با کانال قشتیپه آغاز، این نقطهش هم همینجا پشت سر ماست، شما در بک‌گراند میبینین، از اونا معلومات میگیرم که اینجا یک تپه بود و تپه هم کاملا ور داشته. بین امرای مسئولشان یک معرفی شویم و معلومات بیشتر از اونا بگیرم، گرچه امروز هوا کاملا طوفانی است و تصویرم خوب معلوم نمیشود. سلام علیکم. انجینر صاحب محترم، خوب هستین؟ بخیر، صحت مند، خیر، خیرت جوړ وسه، خیر وسه، مبارک نومو. انجینر احسان الله، ما مسئول د کمپ سربان کانال قشتیپه. کانال قشتیپه انجینر صاحب، دا زموږ تالی ده که ستاسو تالی ده؟ نن څنګه طوفان دی؟ ولا نن داسې ده چې بدبختانه به ووایو، خوشبختانه ووایو، کارونه هم تقریبا نن زموږ توقف سو د اختر د رخصتۍ خاطر باندې، نو په داسې ورځ کې تاسو خدای را پېښ کړئ. خوشقسمتي دا وه چې موږ ګیر کړو، که نه موږ په وتلي وو د ساحل. ما لیدونکو ته مې هم دا موضوع اشاره کړه، موږ څلور میاشتې مخکې راغلي وو، دلته غونډۍ وه کاملا، لکه چې د غونډۍ کار مو یک طرفه کړی دی که څنګه؟ بلې صاحب، دلته تقریبا موږ سره د درې شپېته متره په ارتفاع باندې یوه غونډۍ درلودله. 63 متر ارتفاع داشت تپه. بله، چې کاملا تقریبا تاسو عملا ګورئ بیخي کټ شوې ده، د کانال د بیډ ساحه ده، نو انشاءالله کار دوام لري په نږدې وخت کې، انشاءالله کارونه به نور هم پرمختګ کوي. وایي دلته دروازې په نوم یادېږي، اشتباه خو مې نه یې کړی؟ نه نه، دغه خپله د کنټرولي ګیټونو په نامه موږ د انټیک ساحه لرو، چې تقریبا څوارلس د اوبو کنټرولي ګیټونه لرو، چې عملا د پایلونو د میخي تهدابونو چارې روانې دي. یعنی کار پر شروع دی؟ کار شروع دی، بله کار شروع ده، خو عموما پیلن تهداب روان دی، بعد د تهداب بیا موږ نور پروسس لرو، پایل کپ لرو، پایل لرو، نور سیستم لرو، خو هغه خبرې بعدي دي. او موټران هم ماشاءالله ډېر دی، د اوس تاسو اشاره وکړه چې کار توقف دی، په عموم ډول معلومات لري چې څو شرکت په دې کانال کې کار کوي؟ بله صاحب، اوله کې خو موږ سره شرکتونه ډېر وو، تقریبا دغه تاسو چې وینئ د کانال د اول فاز برخه ده، دغه خپله د کانال په درې فازونو توضیح تقسیم شوی ده. پیلن د اول فاز تقریبا 80 سلنه کار موږ هم دغه واورېدم، غوښتل مې دا پوښتنه درڅه وکړم چې د دې اول فاز کار څومره خلاص شوی؟ تقریبا 80-85 سلنه کار خلاص ده، نو په دې خاطر باندې اوس شرکتونه پیلن موږ کم کړي دي، ولې کار کم پاتې ده، عملا ډېرې ساحې توضیح کړي دي موږ ته، کار یې ورک ډن شوی، خلاص شوی ده، خو صرف یو د محدود شرکتونه پاتې دي، د دوی کارونه پاتې دي، انشاءالله دا هم توضیح کېږي په دې میاشت دو میاشتو کې به انشاءالله د اول فاز برخه خلاص شي. او د دې ګیټونو احتمالي کار به څوک میاشتي یا څو کاله بعد له خیر خلاص شي؟ دا ګیټونه خو تقریبا کار ډېر پاتې ده، اول چې دا ډېر یو دوه کاله دوه نیم کاله په تربر کې نیسي. او دا اصلي خبره هم پر دوی ده؟ بله، اصلي خبره ټوله مهمه خبره هم دغه ده، ساختمان ده. او دوی دا دروازې اوبه کنټرولوي که څه؟ مسؤلیت یې څه دی؟ خپله دا اوبه کنټرولوو، یعنې ګڼ وخت کې تاسو فکر وکړئ چې لویه دریا ده، په دې کې اوبه زیاتېږي کمېږي، امکان لري چې زیات شي حد نه ډېرې، بیا په دغه ساحه کې موږ یو ویار ورته لرو، کله چې دلته اوبه زیاتېږي دا ګیټونه موږ کموو، دا د ویار برخه خپله اوبو ته اجازه ورکړي چې داسې په موږ راسي، نو کانال له تخریب څخه ساتي. او هاخوا ته مو هم انجینر صاحب احسان الله ډېر ریګ مو وړی دی، تقریبا اوس په تصویر کې نه معلومېدل کېږي، د دې هدف مو څه و چې هم دا خوا ته کوشش ورکړی دی کور کړی، د هم هاخوا ټوله په ریګو باندې کور کړې ده؟ دغه برخه تقریبا د تحکیماتو په نامه یادېږي. ښه، تحکیمات. بله، که چېرې موږ دغه تحکیم نه کړو، نو دی خوا ته به موږ باندې اوبه راځي، هغه به موږ هلته تحکیم کړي دي، که ځینو ته موږ موقتي تحکیمات وو، هغې نه یې خوا ته دایمي تحکیمات دي، نو په دې خاطر اوبه مو تحکیم کړي دي، که دا تحکیم نه شي نو بیا عملا کار نه کېږي. کار نه کېږي. او ما اول ځل چې راغلی وم اطلاعات مې ترلاسه کړي وو، تقریبا شپږ متره دا کینل کېږي، شپږ متره دی که څو متره دی؟ دغه د کیندنې برخه په مختلفو نقاطو کې مختلف فرق لري. فرق لري؟ بله. یعنی په عموم ډول یو اندازه نه؟ یو اندازه نه ده، فرق لري، یعنی د خپل هغه ضرورت په اندازه باندې د کیندل کار کېږي. د دروازې د خولې د څو متره دی؟ دروازې عملا خو تاسو وینئ موږ دغه د درې سوه الیویشن کې ګرځو، نو د خپله د بیډ الیویشن چې ده به 204 نوي ده، چونکې دومره دقیق معلومات موږ ته اجازه هم نه وي، خو تاسو سره شریکوو. نه، اصول که اجازه درکوي تاسو کېدای شي هغو ته روشنایي واچوي، که نه یې موږ هم نورې پوښتنې نه درڅه کوم انجینر صاحب.
اس ان اس کې پکم بلاک ما وخت تک نه شنه داسې مشکل نه وي خو داسې لکه ډیزاین د دې کې اګان وخت تغیرات راځي کنه موږ تاسو نه شو کولای کته تاسو وسنی معلومات درکو شاید په ډیزاین کې سبا تغیر راځي تغیر اسي دا مې د دې لپاره انجنیر سره د نو پښته چې دا یو ملي او ډیر یو مهمه پروژه ده او په دې پروژه باندې هر افغان ویاړي د دې لپاره مال دا لازم ګڼم چې موږ افغانان د دې کانال پکړه لګ معلومات لاسته راوړي چې معلومات ان شاء الله موږ درکو منګه هم خوشاله ورته دې کانال ته د ولس په خدمت کې ده نو چې ولس خوښ ان شاء الله موږ کې نه نه وایو بالکل وړاندې کوي ورته حتمان بالکل بالکل انجنیر صاحب احسان الله اول خو ډیره مننه چې موږ ته مواخ راکړي ځکه چې تاسو هم په تګ کې واست او موږ هم په داسې وخت کې رالو چې یو یوازې کس تاسو وس چې موږ ګر کړاس بلې مننه خوشحاله اوسې ډېره مننه سلامت اوسې کور مودان جوړ اوسې خیر اوسې پینیدا عزیز شما معلومات کامل را از انجنیر صاحب احسان الله دریافت کردین که اینجا چند گیت ساخته میشد و اینجا کاملا چپه بود به اندازه چند متر خودش هم بیان کرد که او را کاملا ور داشتن وقتی اینجا دروازه کار بنیادیش آغاز کرده با مدت 2.5 سال انشالله تکمیل می شود متاسفانه امروز طوفان است تصویر خوب دیده نمی شود و از اینجا به اصطلاح کار شروع می شود و اصل کانال قسمی که من قبلا هم اشاره کردم از آنجا آغاز می شود و اینجا شما در تصویر می بینید ای او که از دریای آمو جدا شده اونجا یک دریاچه کوچک که در اطرافش بوجی چیده شده بود و کانال فرعی مردم ولسوالی کلدار است و این قسمت را که شما میبینین اینجا هم کار جریان داره یعنی از همین قسمت بخیر از آنجا از دریای آمو کانال جدا میشود و اینجا تیپه را کاملا ورداشته و اونجا هم چند متر کندنکاری شده و مدت چند متر که کندنکاری شده کاملا آب برآمده که ما میریم از آنجا برای شما از نزدیک تصویر میگیریم پس قرار است ما در اطراف یا در کنار کانال حرکت بکنیم و هر جایی که آب برآمده او را برای شما به تصویر بگیریم اما آغازترین نقطهش همان نقطه است که ما از همانجا برای شما آغاز کردیم که متاسفانه اینجا ما در یکی از بلندترین تپه ها قرار داریم ولی نظر به گرد و غبار و طوفان خوب تصویر معلوم نمی شود پس امیدوار هستیم که بخیر به زودتر فرصت ما بیننده عزیز باشیم که اینجا بیاییم بخیر و آب در حال حرکت باشه به طرف کانال و ببینیم که دو اطراف این کانال سرسبز باشه هموطنان عزیزم مصرف کار زراعت و دهقانکاری باشد و یک دستاورد خیلی بزرگ برای مردم سمت شمال خواهد بود من مطمئن هستم که تمام شما عزیزا به این پروژه افتخار میکنید و خصوصا کسانی که در سمت شمال افغانستان زندگی میکنند این کانال مربوط به یک قوم مربوط به یک گروه نیست این کانال مربوط به تمام مردم افغانستان است در اینجا هر فرد حق دارد که از این کانال استفاده بکند پس ما میریم میده میده به طرف کانال که از این مسیر شروع شده تا سرک عمومی که مزار به حیرتان وصل میشه اونجا قطع شده در حال به خاطر ایجاد پول ببینیم که موتر ما توانایی رفتن در این ریگ داره یا نداره پس بینیدای عزیز شما با ما باشید ما رو در این طوفان دنبال بکنید